نسرین رمضان‌علی هستم و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران در آستانه برگزاری دهمین کنگره حزب کمونیست کارگری ایران هستیم. من میخواستم اینجا کوتاه خطاب تمام کسایی که صدام رو میشنوند و در این حال میخوام کوتاه خودم رو معرفی بکنم. دوستایی و بینندگان برنامه که منو نمیشناسن، من میتونم بگم از زندگی مخفی یعنی تشکیلات مخفی در شهرهای ایران تا دوره‌ای که مبارزه مسلحانه تو سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومله و امروز در رهبری حزب کمونیست کارگری ایران فعالیت خودم رو برای به پیروزی رساندن کمونیسم ادامه دادم، برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش و مبارزه کردم. من در این حال عضو کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایرانم. شاید تعداد زیادی از مردم کردستان چهره من رو بشناسن. میخوام اینجا خطاب به مردم کردستان صحبت بکنم. مردم کردستان جامعه‌ای هستش که جامعه تحزب یافته، سیاسی، قطبی شده و به شدت چپ. این کنگره میخواد پاسخ بده به خیلی از مسائل و از جمله مسئله ستم ملی که یکی از مشغله ها و موانع اصلی مردم کردستان در ایران هستن. من میدونم در اوضاع احوال قرار گرفتیم که امروز جامعه دستخوش تحولات زیادی شده و این کنگره میخواد در رابطه با اوضاع سیاسی که توی دنیا هستش، اوضاع سیاسی که توی ایران هستش، جنبش های اعتراضی که در جامعه ایران جاری هستش پاسخ های مشخص خودش رو بده. بارها و بارها فعالین حزب کمونیست کارگری ایران، فعالین مدنی، فعالین اجتماعی، رهبران عملی از حزب ما و از رهبران این حزب خواستن که آلترناتیو خودشون رو در رابطه با خیلی از مسائل به جامعه بدن. این کنگره یعنی کنگره ده حزب کمونیست کارگری ایران فکر میکنم در چنین شرایطی برگزار میشه که انتظار و توقع خود من مثل انتظار و توقع تمام اون رهبران عملی، تمام اون کارگران کمونیست، تمام اون کارگران رادیکال سوسیالیست و سازمانده از این کنگره این هستش که ما بتونیم به تمام این موانع و معضلات پاسخ بدیم و بتونیم متحدتر، منسجمتر، متشکلتر دور دیگه از مبارزات رو آغاز بکنیم که به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر بشه و آزادی، برابری و رفاه رو برای جامعه ایران به ارمغان بیاریم. امیدوارم که این کنگره پاسخ تمام سوالات مردم باشه. همینجا از همه شما مردم کردستان، از همه شما مردم ایران میخوام که به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید. آلترناتیو بعد از جمهوری اسلامی این حزب هستش که خواهان دنیای آزاد هستش. متشکرم از اینکه این پیام رو شنیدید و امیدوارم که با ارسال پیام‌های کتبی، شفاهی، تصویری خودتون این کنگره رو پربارتر بکنید و شما هم توقع‌های خودتون رو از حزب کمونیست کارگری ایران و همچنین از کنگره دهم حزب بهش ابلاغ بکنید، اعلام بکنید. این موقعیتیه که میتونیم این حزب رو و این کنگره رو هرچه بیشتر تقویت بکنیم به امید پیروزی ما و جنبش کمونیسم کارگری. سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران.